من که طرف چشماش دیدم، چشماش سیاهی کرد، گفتم خدایا این چه مقبول آفرینی، خبر نداشتم که میرم دیگه دل مادرش تسلی شد، بردم و شفا خواهد در بقل خودم جان داد پنج ساله. ثناءالله برادرزاده پنج ساله اش را در حمله دیروز کابل از دست داده است و این لحظه ای را به یاد می آورد که با سراسیمگی پیکر بیجان او را به شفاخانه منتقل کرد. دویدم در موتر انداختمش بردم شفاخانه. من می فهمیدم در بغل خودم جان داد، اما به خاطر از اینکه دل مادرش تسلی شد بردم شفاخانه. در بغل خودم جان داد پنج ساله بود. زهره پنج سال عمر داشت و قرار بود در آغاز سال تعلیمی جدید شامل کودکستان شود. اعضای خانوادهش می گویند برای رفتن به کودکستان لحظه شماری می کرد، اما با همه آرزوهای کودکانش زیر خاک رفت. یک روز قبلش نماز می خواند، حتما می فهمید پیش خداوند می ره. یک روز قبل جلال آباد رفته بودم، وقتی پس آمدم دمرویم آمد گفت سلام کاکا، من که طرف چشماش دیدم، چشمایم سیاهی کرد، گفتم خدایا این چقدر مقبول آفرینی، خبر نداشتم که میرم پیش خداوند. زهره پنج ساله با اعضای فامیلش دقیقاً در اینجا مصروف خوردن چای صبح بودند که انفجار موتربم در این قسمت پایان بلاک از اینا رخ میده و زهره به اثر ریختن همین شیشه ها به قسمت بلویش در اینجا زخمی میشه و تا رسیدن به شفاخانه در نیمه را جان میبازند. همه اعضای خانواده به شمول دو برادر زهره در این رویداد زخمی شد. قربانیان حادثه نیز همه افراد ملکی هستند. ما تنها درد از این رسم میکنیم، نه امر الله صالح، نه اشرف غنی، نه کسی دیگه این رسم میکنه و ما از اینا هیچ خواست هم نداریم، هیچ تقاضا و هیچ چیز هم نداریم. خواست ما میز کلا در او دنیا کسای کاملی نظیر روی داد بودن، واقعا باعث از یادسه شده، خدا از اونا انتقام بگیرن. تقریبا در حدود $250,000 امریکایی خسارت دیدیم، چون سیستم لفت ما خراب شد، برق خراب شد، مرکز گرمی خراب شد، اکثریتش انفجار کرد. گرچه تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را به دوش نگرفته، اما دولت افغانستان طالبان را مسئول می‌داند. مسئول این اتفاق هر کسی باشد. شاید برای خانواده زهره و دیگر جان باختگان این رویداد اهمیتی ندارد. عزیزانی که رفتند دیگر بر نخواهند.